بگم که اگر من بگم فلانی فلانی با ماست فلانی ماست، من میگیرن اعدامش کنم. رحیم مشهر اومدیم گفتیم آقای از خودمون بنده خدا ببینیم چه بلایی سر شده، اصلا کسی اسمش هم نمیاره. ولی بعضی وقتا آدم مجبور یه چیزی رو بگه ذهنیت روشن بشه، بدونید ایران اگه 7000 سال مونده، اگه 1400 سال بعد اسلام مونده، به خاطر قدرت‌های پنهانی که در ایران بوده. قدرت‌های پنهان، این قاسم سلیمانی یه جوونه، یه سربازه، همونجوری که نیست بره سال الله رو تشکیل بده ارتش و سرویس کنه عراقی ها رو. برید لشکری که این ساخته بود و این لشکر چگونه با صدام جنگیدن و چه افتخاراتی آفریدن. عربا ناراحت هم میخواستن ایران خوزستان بگیرن، هم وقت اینا جلو گیری کردن. خب الان میان تبلیغات علیهش میکنن، بعدی تبلیغاتی که میکنن مارکسیستای اسلامی و دیگران هم که حقوق بگیره تازیان هستن میان میگن. حالا من میدونم به منم هم که داره میگن فرداشون میکنن فوش خار مادر دادن. چرا؟ چون پول میگیرن، حقوقشونه. میلیاردها دلار توی این سالها از صدام گرفته تا عربستان تا کویت تا خلیج، همه پول گرفتن دارن میگیرن همشون. این عظمت خرجی که میکنن پول استعماری، پول تازیانه. خب یه جوون قاسم سلیمانی دو تا از تیمسارای زمان شاه و چندین نفر از واقعا در جای بالا به من گفتند که ما یک سری آدم ها رو انتخاب کردیم و اینا رو آموزش دادیم. امون روز اول جنگ ها سال 1360 تازی میان، ما یک سری اینا رو انتخاب کردیم و اینا رو آموزش دادیم که اینا جای ما باشن، چون ما که خودمون نمیتونستیم خودمون نشون بدیم. شما تو جنگ ایران عراق میتونستی یک سرهنگ محمد رضا شاه رو نشون بدید، سرهنگ نشون میدادم. تا الان اسمشون رو آوردن سرنگای دلیر، افسرای دلیر، عمرای ارتش نازنین، همشون رو که زدن کشتن به ایزاری که بهانه خیلی هاشون. ولی اونایی که مونده بودن گفتن سیاوش اوستا، ما گفتیم بیاییم یادگار از محمد رضا شاه بذاریم، یک آدمایی رو بسازیم. آموزش، آقا شما سربازی خدمت کردی؟ آموزش داره، آموزش نظامی. به اینا آموزش بدیم که بتونن مثل یک فرمانده عمل کنن، با دشمن به جنگن و بعدم میدونن. همزمان با آموزش وقتی تو داری داچی های کاراته رو یاد میگیری، کنیچوار هم باید باش یاد بگیری، بعد بایستی سلوک رزم اندیشه داره، مثل کنگفو که آقای میرزایی در ایران آوردهش. ابراهیم میرزایی وقتی کنگفو رو آورد یه فلسفه بزرگ زندگی هم باش آورد. در تمام ورزش های رزمی یه فلسفه هم وجود داره، در ارتش ما فلسفه هست. اولش میهن پرستی، آخرش میهن دوستی. این به یک سری از بچه ها یاد داد. یک سری رفتن حالا دنبال پول و فلان، و چند تا معدود افراد بودن که اینها برای جونشون میمونن ولی مجبورن تو سیستم بمونن، مجبورن تو سیستم کار کنن، مجبورن ریشیشه بذاره و کار بکنی که نمیتونه. میبرنش توی کردستان ترکیه یا سوریه سر میبرن قهرمانان، ولی میره ازشون دفاع میکنه، میره اینا رو جلوگیری میکنه از قتل عامشون. وقتی داعش در سوریه و عراق نابود میشه توسط ایران و یادگاران ارتش ایران، ای کیه ای جلوگیری کرده با اون قادسی هایی که اینا آفریدن که بار میخوان نابود کنه. هموطن مهربان یار، خورشید سوا، گول تبلیغات دشمنان ما رو نخوره. هر کسی رو که تازیان خلیج فارس فحش دادن، سرش جایزه گذاشتن، و ایرانیایی که از ایرانی استفاده میکنن که تو جنگ ایران عراق هم از ایرانی استفاده کردن، یارو ایرانی حرف میزنه، یارو ایرانی امکانات هم داره، بغل گوش منه، بغل گوش توه، زیر لحاف اونه، باید روشن باشیم، دشمن رو بشناسیم. و هر کسی که دشمن ما باهاش دشمن بود بدونیم که اون دوست ایران. هر کسی که سرش جایزه تعیین میکنن، آقا جایزه سرش تعیین کردن، اسرائیل رد کرد بکشه، آمریکا رد کرد بکشه، خود ایرانی ها چند بار خواستن قاسم سلیمانی رو ترورش کنن در عراق گرفته دو. این آخری که کشف شد آخرش به خاطر همین من درود میفرستم به یوسی کوهن
چون یک مشکلی رو ما دلمون میخواد ایران با اسرائیل رفیق باشد. یهودی ها ایرانی هستن، ما همه یهودی هستیم، ما همه یهودی هستیم، یهودی ها همه ایرانی هستن. آدم و حوا از ایران برخواستن. من یه قصه کوچک دارم برام افسانه برین بخونین، شوخی میکنم. از بحر خزر، دریای مازندران، از کاسپیان اومدن، اینا ایرانی هستن، ایران رو هم دوست دارن. مش قصاب میره زندان به خاطر رئیس جمهوری اسرائیل، ایرانی است، ایران رو دوست دارن. تا همین الان شما هر چی دلتون میخواد فوش بدین به بنیامین نتانیاهو، هر چی دلتون میخواد بگید که چه بشه، یک تیر به خود ایران نزد، یک تیر به خود پایگاه ایران تو سوریه و لبنان اینا زدن، خارج مرز ایران به ایران حمله نکردن. وقتی صدام حسین بود زدن اونجا رو. برای همین بهترین دوست تاریخی ما که سربلندی دوباره ایرانی آریایی به دست میاد اسرائیله. این یادتون نره. فلسطینی هایی که همیشه به ما خیانت کردن نیستن، مسلمان هایی که همیشه به ما خیانت کردن نیستن. این عکس رو میبینید، رجب طیب اردوان با آقای گلبدین حکمتیار. من میشناسم گلبدین، اوایل انقلاب اومده بود مشهد. آقای گلبدین، شما توی یکی از حملات به سرزمین آریایی افغانستان، یکی از حملات، 10,000 تا از سربازات عرب بودن، افغانی نبودن که. 10,000 تا عرب بودن. حمله کردی، چقدر آدم کشتی؟ بیش از 10,000 نفر کشته شد. حالا نمیخوای رئیس جمهور بشه. رجب طیب اردوان رفیقونه، رئیس رهبر جنبش نهضت اسلامی تونس راشد قنوشی رفیقونه، پای پایش نشستن. اینا حساب شده است. این آقای رجب طیب اردوان هست که زانو زده جلو آقای گلبدین حکمتیار نشسته، کنارش آقای راشد القنوشی است. قنوشی رهبر اسلامگرایان تونس هست، حزب قوی داره، نهضت اسلامی هم خیلی قویه. یعنی این ببینین، اون هنگامی که گلبدین روی تخت تقریبا نشسته و حکمرانی میکرده در افغانستان، نخست وزیر بوده، میدونید که ایشون نخست وزیر بوده، آقای رجب طیب اردوان که موقعی چیکاره بوده، جز چریکا و مجاهدین و و اینا بوده و اونجا در رکاب گلبدین حکمتیار بوده. میبینید پایین پای گلبدین نشسته و یا بایش داره غذا میخوره، کنار دستش نشسته غذا داره بایش میخوره، یعنی همراه و همداسته بوده. یادتون داره آقای گلبدین حکمتیار با ربانی بود، با برهان الدین ربانی بود، ولی خیلی زود از اون کند و الان هم که نامزد ریاست جمهوری شده، من یکی از مصاحبه‌هاش رو دیدم، تمایل داره که با القاعده صلح کنه و همکاری کنه. اینا تازیان خلیج فارس برنامه‌ریزی دارن جور میرن ما رو نابود کنن. ما نباید سردارایی که از آب و خاک میهن ما، از ملت ما، مردم ما، ناموس ما دفاع میکنن به خاطر که چهار تا تروریست اسلامی، حالا مارکسیستا شهر کدومشون رو بخواد بگین، اینا دیگه الان شدن دکون به نفع تازیا بیان بخواد یه کاری بکنن. من چند سال پیش گفتم که حتی بعضی از ترورها رو، همه تو ترورایی که میبینید انجام میشه، دست ایرانی‌هاست، یا اپوزیسیونای قلابی هم توشن و همینا به فتوای آخونده. ارتش ما هرگز ترور نکرد. چه ارتش زمان محمد، چه ارتش زمان الان، ارتشه. ارتش از میهن پاسداری میکنه. کسایی که دست پرورده ارتش ایران هستن، اینها برای ما محترمن. ارتشی ایران برای ما محترمه. ما گول دلارها و تبلیغات تازیان و این برابر نمیخوریم. ملت تو هم نباید بخوریم، مردم شما هم نباید بخوریم. شما ببینید اینا همه دستشون تو دست همه تازیان، برای که ما نابود کنن. یارو که هنو روسری از سرش بر نداشته، همش کارشون تبلیغات منفی. آقا تو مملکت اگر قدرت 90% منفیست، 10% انسان داری که به ایران میاندیشن، 10% که بودن تا حالا ایران رو نگه داشتن، از تجزیه نگهش داشتن. الان هم که این فریاد تجزیه رو یک مشت اراذل و اوباش دارن میزنن، اینا با پولای عربستان سعودی است، اینا دارن تئوریش میدن، اونا کارش دارن میکنن. از اون طرف یه کسی که آقا سپاه درست کردن، 200,000 نفر داعش بودن که میخواستن به ایران حمله کنن، ایران تجزیه کنن، 200,000 نفر یا رو رفته اونجا اینا